فرمانده پیشین مستشاران سپاه قدس ایران در سوریه، تا قبل از برکناریش در پاییز امسال یکی از پرنفوذترین چهره‌های نظامی در سوریه بود. اما مصطفی جواد غفاری، سومین فرمانده نیروهای ایرانی در سوریه، به صورتی ناگهانی از مسئولیتش عزل و بعد از 6 سال مأموریت به ایران بازگشت. برخی از رسانه‌های عربی و اسرائیلی به نقل از منابعی از دولت سوریه نوشتند غفاری به دستور و یا درخواست مستقیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه برکنار شد. اما سخنگوی وزارت خارجه ایران با رد ادعای اخراج گفت مأموریت غفاری تمام شده بود. فرمانده نیروهای مستشاری ایران در سوریه، اتفاقا فرمانده گروه مستشاری جمهوری اسلامی ایران در سوریه در پایان دوران مأموریتش، مأموریت موفقش در سوریه، مورد تقدیر وزیر دفاع سوریه قرار گرفت. اما برکناری فرمانده مستشاران ایرانی در سوریه یک روز بعد از دیدار بشار اسد با وزیر خارجه امارات متحده عربی در دمشق، به گمان زنی ها در مورد بروز شکاف روزافزون میان دمشق با تهران دامن زده. برخی ناظران می گویند یکی از دلایل مهم تلاش کشورهایی مانند اردن، عربستان سعودی و امارات برای عادی سازی روابطشان با دولت اسد، کاهش نفوذ سیاسی و نظامی ایران در سوریه پس از جنگ است. نفوذی که حملات مکرر هوایی اسرائیل را در داخل خاک سوریه رقم زده. منابعی از داخل دولت سوریه به شرط حفظ نامشان به رسانه‌ها گفتند که اقدامات اخیر غفاری علیه منافع اسرائیل و آمریکا مقام‌های دمشق را نگران بروز تنشی تازه در سوریه کرده بود. برخی مقام‌های ارشد سوری حتی اقدامات به گفته آنها خودسرانه این فرمانده ایرانی را نقض آشکار حاکمیت ملی سوریه تلقی کرده اند. مثلا حمله پهپادهای انتحاری به پایگاه آمریکایی در تنف در جنوب سوریه در اواخر مهر ماه 1400 که آمریکا آن را تلویح هم به ایران نسبت داد. در مورد حمله به پایگاهمان در التنف باید بگویم ما در گذشته این نوع حملات را از سوی شبه نظامیان شیعه در منطقه دیده‌ایم، گروهایی که مورد حمایت ایران هستند. نقش آفرینی ایران در جنگ 10 ساله سوریه به گفته مقام‌های ایرانی 30 میلیارد دلار هزینه در بر داشته. اما حالا با اتمام درگیری‌ها، ادامه فعالیت شبه نظامیان تحت حمایت ایران در سوریه به محل نگرانی دولت این کشور تبدیل شده. جدا از مخالفان دولت بشار اسد که این فرمانده ایرانی را به دلیل دست داشتن در سرکوب مخالفان دولت قصاب حلب می‌خوانند، حالا بشار اسد هم با درخواست برکناریش سعی می‌کند فاصله اش را با تهران بیشتر و بیشتر کند. یوسف عباس‌زاده، لندن.